سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتنه. امروز یه ویدیو ریاکشن داریم به امیر تتلو. واقعا نمیدونم چطور سر از این در آوردم، ولی خب عجیبه. داشتم میچرخیدم روی یوتیوب یهو دیدم یه آهنگی به نام مادر جنده. اصلا به شخص خودم مشکلی ندارم، چون نداریم از این کلمات فحش و اینا، بعدم تو جامعه مثلا انگار مثلا نمیشتمیم که آدما به من فحش میدن. به شخص مشکلی ندارم، ولی وقتی آهنگو پلی کردم دیدم به 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 چه اتفاقات عجیب غریبیه. از اون بدتر داشتم بقیه ویدیوها رو نگاه میکردم که ساجست میکرد یوتیوب عزیز، دیگران نظر میدادن در مورد آهنگ. بعد اینجوری هم که بله استاد خیلی مثلا حالا میدم تتلیتی رو میریزن، الان میخوام باید فوش بدن. آره تو کی هستی؟ تو میخوایی نمیدونم اسمتو بزرگ کنی؟ آقا من کسی نیستم، اونم کسی نیست. نظر بدیم دیگه، حرف بزنیم با هم، میخوایم با هم صحبت کنیم. بنابراین یکم جنبه داشته باشیم. قبل از اینکه برم تو ویدیوام خیلی خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب کنید. باور کنید اون دوستانی که میگن بیا در مورد فیلم و اینا صحبت کن، من خیلی دوست دارم، ولی این آهنگ مادر جنده رو من ترجیح میدم. در کل من بعید میدونم بخواد اتفاق بعدی براش بیفته. یه غلط کردم میگه و تموم میشه. در مورد کاور کار قاعدتا فکر کنم حرف بیشتری داشته باشه تو خود آهنگ، چون من یک بار بیشتر گوش ندادم آهنگو. اون آتشی که من دارم اون پشت میبینم که زبانه میکشه، اون قفس و مردمی که اونجا در واقع به شکل تماشاچی ان، یه نفر هم داره سخنرانی میکنه، یه آدمه حالا مثلا چاق دیکتاتور به نظر من میاد، و اونم در مقابلش هم یک زنه. دو تا عکس در اطراف این مجسمه است که تظاهراته، و این کراونی که به قول معروف داره آب میشه. برای من اینجوری که شهرتی که داره از بین میره، اصلا این تفسیری که اصلا من میاد تو ذهنم، ولی برام جالبه. باز یک خط اگر یه حرفی بزنی خودش خیلیه برام. من اصلا هیچ انتظاری ندارم. هر مادر جنده ای راست کرد یه کسشری گفت و یه امتی رو به لا داد دیگه. من نمیدونم یک یک چیه، این تتلیتی رو میدونن، ولی یکاش یه چیزی بود که ما میفهمیدیم. تا اینجا که هیچ، اینه که مادر جنده ها بسیار هند دیگه، یکی دستش نکنید دارم اینو. این که مادر جنده ها زیادن خیلی دیگه بازه دیگه، کم بعدی کم مشخص تر بگیم که داریم در مورد چی حرف میزنیم. دوستمون اون پشت داره برق. یه مادر جنده خواست فتفا بده سر خود. من بعد یه تجدید نظر فکرم بکنم در مورد آینده امیر تتلو در ایران. مادر جنده خواست فتفا بده سر خود. یه مادر جنده رفت برداشت همه چیز و پدست سگ برد. هی مادر جنده خورد چقدر بگیم سگ خورد. یه مادر جنده خیلی جالبه، یه مادر جنده پولا رو گرفت خورد، نمیم مثلا خاوری رو شاید بگه، بعد اون چون داره در مورد خوردن میگه خورد، بعد اون میگه جنده کرد تا ته. یه مادر جنده زد دست برد یه خار کسش به بازد کلی جوون تو این نست مرد. یه مادر میبینی حالا وقتی داره مفهوم پیدا میکنه که داری در مورد چی حرف میزنی، اون فوش کاملا میدونی پذیرفته شده است، یعنی هیچ مشکلی فکر نکنم هیچ کدوم داشته باشیم. توی کانتکست دیگه، یعنی یه چیزی مشخصه. یعنی چی همه مادر جندن اول آهنگ؟ مادر جنده یه وحشی کرد هوا رو قفس تور. یه مادر جنده دلش خواست بکنه شهر رو اب بمبست پر. اینه که میرم که میرم همه اینا هم میگیرم میگیرم ولی کل زمین بیرحمه بیرحمه بیرحمه. من همه اینا رو دیدم که میگم قطعا اگه میگرفتی که آهنگ نمیساختی در موردش صحبت نمیکردی. اینجا خیلی شاعر عصبانیه. کلا ایرانی جماعت روز خوش نیه که هر مادر جنده از رسید فقط چند فقط دور کنه. از کاسه توالت های گرجستان تا خاک و سنگ دوهی تا حتی لوازم آرایش تو میتونم تا حدی قبول کنم، ولی اون وریش هم هست دیگه، خیلی هم از ما کندن. دبی کی خاک دوزی میکرد؟ دبی کی ساخت؟ ما به جرم
تو استانبولون به جرم اعتراض وین چطوری توقع داری جواب با احترام بدیم همه تو حبس نام دین 40 سال ادامه داره این زن. ببین در مورد حبس واقعا توی ترکیه من نمیخوام بگم ترکیه خیلی کشور آزادیه ولی دیگه همچین علکی که آدمو اذیت نمیکنن. هر کی از جور خوشه نبینیم سگ گربه میخوره چون گربه جوجه کشه یه رو میفهمن کتنه کیو میبینی به تنم خوبه کته کت که تنه یه نفر بیشتر نیست همون که اسمشو همه میدونن. هر کی از جور خوشه نبینیم سگ گربه میخوره چون گربه جوجه کشه یه رو میفهمن کتنه کیو میبینی به تنم خوبه کته میبینم روشنی جون گرفته تاریکی رو به مته اما فعلا میرم که میرم. آره دیگه اون که کت تنشه میاد و خلاصه تاریکی رو از بین میبره. تا اینجا که 3 دقیقه گذشته برای من اینجوریه که خیلی اصلا تو این فضای امیر تتلوینا نیستم. میگه یه سری بلا مثلا سرم اومده ایرانی یه سری آدمای عجیبی هن خب دقیقا من میخوام بیدم چیه چه بلایی سرت اومده از درد داری نمیدونی داری فوش میدی جند خواست و کشت دختر مردم و فقط سر حجاب به مادر جند کرد با فرهمه و فقامون و ته به چاب یه جوری میزنن که جاش هنوزم درد کنه بعد سه ماه. من فکر کنم کلن 3 خط باشه دردی که من یکمیشو میتونم حس کنم یعنی نیاز نیستش که تتلیتی باشیم و حالا هممون حس میکنیم ایرانیه که به خاطر سری محدودیتی میرن از ایران و بعد همه ماها یه درد زیادی داریم یه درصد هم این دردی که مثلا منم دارم و شاید خیلی داشته باشم نمیتونیم بگه یعنی اتفاقا همین فوشه عمق درد رو نمیگه ظاهرش هم نمیتونه حتی بگه یعنی فقط خیلی خشن میشه کار مثل میبینی چی میمونه یه کسی که میخواد مثلا یه حرفی رو به شما ثابت کنه داد بزنه اصلا نیاز به داد زدن نیست شما آروم میتونی حرف تو بزنی اتفاقا خیلی هم سوزشش بیشتره خیلی آروم و حتی مثلا با لبخند بگی تا اینکه مثلا یه حرف انتقادی رو داد بزنی فوشم بدی دارم فکر میکنم اگه مثلا آخرین آهنگت این باشه هم دراماتیکه دیگه صحنه رو ترک کنی خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید حتما نظرتون رو برام بنویسید مرسی